به شما همراهان همیشگی دکتر سلامت به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. بعد از دیدن این ویدیو در مصرف مرغ و تخم مرغ دقت بسیار بیشتری خواهید کرد. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا با نوعی باکتری که در مرغ و تخم مرغ وجود دارد و باعث مسمومیت ما میشه آشنا بشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. باکتری سالمونلانوی باکتری گرم منفی است که در جوجه ها تخم مرغ ها معمولا وجود دارد و این باکتری می تواند باعث مسمومیت غذایی شود. انواع باکتری سالمونلا 2200 شکل از باکتری سالمونلا تاکنون کشف شده که در سه گونه تقسیم می شوند که عبارتند از سالمونلا تیفی، سالمونلا کلارستویز و سالمونلا آنتریدیدیس. اعضای خانواده باکتری سالمونلا از نظر مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی شاخص هستند و به سختی نابود میشن، به طوری که شکل کلارستویست آن شاخصی برای سنجش کیفیت ضد عفونی کننده ها میباشد. عفونت های ناشی از باکتری سالمونلا. مورد اول، گاستروانتریت. این نوع بیشترین شکل بالینی باکتری سالمونلا می باشد. علائم معمولا 6 تا 48 ساعت پس از مصرف آب یا غذای آلوده آغاز می گردد. شروع با تهوع، استفراغ و اسهال غیرخونی می باشد. افزایش دمای بدن، دردهای شکمی و عضلانی و سردرد نیز شایع می باشند. علائم می تواند 2 روز تا 1 هفته بدون مداخله به طول انجامد. مورد دوم، آلودگی در خون یا سپتیک سمی. تمام انواع سالمونلا می توانند موجب انتشار آلودگی در خون گردند، اما در انواع سالمونلا کلارستویز، پاراتیفی، تیفی و دوبلین بیشتر دیده می شود. این وضعیت در اطفال و افراد پیر بیشتر اتفاق می افتد. در 10% بیماران التهاب استخوانی عضلانی، اندوکاردیت و آرتریتیس دیده می شود. مورد سوم، حصبه یا تب روده ای. این بیماری یکی از مشکلات عمده جامعه بشری و بهداشت جهانی می باشد و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی حدود 17 میلیون مورد ابتلا به این بیماری با مرگ و میر تقریبی 600 هزار مورد در سال رخ می دهد. عوامل اصلی این بیماری تبدار، سالمونلا تیفی و پاراتیفی می باشند. انسان تنها مخزن شناخته شده و میزبان طبیعی سالمونلا تیفی است. منبع اصلی عفونت مدفوع ادرار بیماران و ناقلین بدون علامت است. 10 تا 14 روز پس از ورود باکتری به بدن یا دوره نهفتگی به تدریج تبی افزاینده ایجاد، سپس به صورت دائمی در اومده و نهایتاً به آهستگی کاهش پیدا کرد. تشخیص سالمونلا. بسیاری از افراد خود از علائم عمومی متوجه مسمومیت غذایی می شوند و اگر این علائم خفیف باشند معمولا نیازی به تجویز پزشک و دریافت و درمان خاصی نیست. بنابراین ممکن است مبتلا به سالمونلا باشید که تایید نشده باشد. با این وجود در برخی شرایط اگر مسمومیت غذایی داشتید ممکن است نیاز به تجویز پزشک داشته باشید. ممکن است پزشک یا پرستار از شما در مورد مسافرت هایی که اخیرا به خارج از کشور داشته اید و یا هر جایی که ممکن است غذای آب و آلوده خورده باشید سوالاتی بپرسند. آنها علائم کمبود مایعات را در بدن شما بررسی می کنند. ممکن است دمای بدن، فشار خون و نبض شما را کنترل کنند. ممکن است برای یافتن هر گونه مشکل شکم شما را بررسی نمایند. ممکن است دکتر یا پرستار از شما بخواهند که نمونه از مدفوع خود بگیرید. سالمونلا بعد از فرستاده شدن نمونه به آزمایشگاه شناسایی می شود. در زمان شیوع سالمونلا ممکن است غذاها نیز آزمایش شوند. و درمان سالمونلا. بیشتر مبتلایان بدون روش‌های درمانی در طی 4 تا 7 روز بهبود می‌یابند. افرادی که دارای اسهال شدیدی می‌باشند نیاز به جبران مایعات از دست رفته دارند. این مایعات را می‌توان از طریق داخل وریدی به بدن رساند. آنتی‌بیوتیک همیشه لازم نیست، اما اگر باکتری سالمونلا روده‌ها را عفونی کرده باشد، درمان آنتی‌بیوتیک لازم است. درمان با آنتی‌بیوتیک در کودکان، افراد ضعیف، افراد مسن و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف لازم است، زیرا در این افراد باکتری سالمونلا خیلی قوی عمل می کنند. مرسی که با من همراه بودید.